آقای رمضان پور یکی از مشکلاتی که لابلای مسائل موضوعات سیاسی در ایران نادیده گرفته میشه و کمتر مورد توجه هست این که خرید و فروش نوزادان هست در ایران. خانم شهیندخت ملاوردی معاونت امور زنان در دولت حجت الاسلام روحانی ایشون هشدار داده، آمده و گفته که این روزافزونه و نگران کننده است. در تهران، در نزدیکی بیت رهبری، در کنار مهمونی‌هایی که در کاخ سعدآباد داده میشه، آقای خامنه‌ای خوب نشستن و صحبت این که جلو خلل و فرج رو به قول خودشون بگیرن دشمن نفوذ نکنه، یه نگاهی چرا یا مسئول این مسئله کی هست؟ کی باید رسیدگی کنه؟ آقای خامنه‌ای که گرفتار دشمنه، دولت هم که گزارش میده فقط، کی باید رسیدگی کنه به این وضعیت؟ خب حرفی که خانم ملاوردی زده دقیقا از موزه کسیه که باید بررسی بکنه، به این دلیل که معاون در واقع امور زنان و خانواده رئیس جمهور هست و انصافا هم از وقتی خانم ملاوردی اومده در این مدت او توجه جدی به مسائل اجتماعی مربوط به زنان نشون داده و در همین مورد همین موضوع هم گفته که در واقع مسئله رو در دولت مطرح کرده و قرار بر این هست که هم وزارت اطلاعات و هم وزارت دادگستری مسئله رو بررسی بکنن. اما اینا در واقع صورت اداری مسئله است. ما اگر به مسئله بخوام یک ذره جدیتر نگاه بکنیم، اون رو نتیجه سه تحول میبینیم که هر سه برمیگرده به بعضی از سیاست‌های کلان که به نظر من عمدتاً در سال‌های 10 سال گذشته دنبال شده. یکی مسئله افزایش فقر و بیکاری هست که خب یک عامل عمومیه و زن و مرد نمیشناسه در یک معنا، ولی میدونیم که بچه ها و زنان رو بیشتر متاثر میکنه و تعداد از بیکاری در زنان ما متاسفانه تقریبا نیم دو برابر بیکاری در میان مردان هست و میدونیم که سیاست اجتماعی به خصوص آقای احمدی نژاد این بوده که از میزان اشتغال زنان کم بکنه و به اسم این که باید زنان رو به عنوان سرپرست تأمین بکنیم هی زنان رو از محیط کار بیرون کردن، بعد عملا هیچ حمایت به اصطلاح یارانه‌ای هم صورت نگرفت به طور خاص از زنانی که سرپرست خانوار بودند. بنابراین بخشش برمیگرده به مسئله کلی افزایش بیکاری و فقر در کشور. بخش دیگرش برمیگرده به مسئله افزایش آسیب‌های اجتماعی در میان زنان، تعداد در واقع کارتون خوابی و تکدی در میان زنان افزایش پیدا کرده، میزان در واقع بیماری های مانند ایدز افزایش پیدا کرده، سطح اعتیاد در زنان افزایش پیدا کرده، میانگین در واقع میانه سنی اون اومده پایین که خب این مستقیما متاثر میکنه زنان رو. و بخش سوم برمیگرده به سیاست های جمعیتی که باز هم از دو طریق مستقیما زنان رو تحت تاثیر قرار داده. یکی این که وسائل مربوط به پیشگیری به شدت کاهش پیدا کرده، یعنی گرون پیدا شده و واردات اونها کاهش پیدا کرده، بخشی از اونها رو سازمان های تامین اجتماعی در ایران رایگان توزیع می کردن، اونها دیگه توزیع نمی شن و در مقابل اون خدماتی که داده می شد در واقع برای زایمان، اون خدمات ارزون شده، یک جاهایی رو در واقع اومدن بخش واحدهایی رو که مأمور کنترل جمعیت بودن تبدیلش کردن به واحد زایمان. خب نتیجه این میشه که در واقع این یک سیاست تشویق فرزندآوریه. بنابراین این رو اگر بذاریم کنار فقر، اون وقت به این نتیجه میرسیم که فرزندان در واقع این مادران هم تبدیل میشن به یه ابزاری برای خرید و فروش. و البته فقط ما خبرهای کلی داریم که این در چند سال اخیر افزایش پیدا کرده و باید منتظر بمونیم تا آمار دقیق‌تری از این توسط کارشناسان داده بشه. برنامه کنترل خانواده که پیش از انقلاب توصیه میشد و هر زوجی دو فرزند بیشتر نداشته باشه و شعارش هم این بود که فرزند کمتر زندگی بهتر،
از طرف روحانیت اکثریت روحانیون شیعه مورد اعتراض قرار گرفت، به خصوص آقای خمینی که این رو توطئه خارجی، توطئه آمریکا و اسرائیل و بقیه جاها اعلام کردند که هدف اینه که تعداد مسلمانان کمتر بشه. استنباط روحانیون انقلابی. تفسیر شما رو میشنویم آقای اعتمادی عزیز. ببینید خانم ملاوردی حتی از اینکه نوزادانی که هنوز در شکم مادر هستن، مثل مثلا در شمال ایران زمانی که پرتغال به اصطلاح بیشتر تولیدات داخلی مصرف میشد پیش خرید میکردن، سردرختی میخریدن نوزادان عزیز و ارجمندی که هنوز به این دنیا نیومدن، سرنوشتشون رو به نحو دیگه رقم زده میشه یا هر چه که هست، خرید و فروش میشن، پیش خرید میشن. تفسیر شما رو میشنم. جناب چلنگی، به نظر من یک نوع بردهداری، یعنی مناسبات بردهداری در ایران در حال احیا شدنه. البته این رو امیدوارم به عنوان یک ادعای جدی تلقی کنید که من توضیح میدم خدمتتون. این بردهداری از دوره نوزادی شروع میشه و بعد از اونم شما الان دارید میبینید که کودکان کار اکثر اینا کسایی هستن که توسط باندهایی که از این کودکان استفاده میکنن از پدر مادرشون خریداری میشن در سنین 12-13 سالگی و هیچ فرق هم نمیکنه. ازدواجای زودرس هم به یک معنا با همین نوع تفکر داره انجام میگیره. اما من به این نکته خواستم از یه زاویه دیگه اشاره کنم و اون اینه که مسئله کنترل جمعیت در تمام کشورها بر اساس به اصطلاح برنامه ریزی است که برای رفاه جامعه، برای به اصطلاح تحصیلات بیشتر در اختیار شهروندان قرار دادن از طرف حکومت‌ها و نظام‌هایی است که در این جوامع مختلف وجود داره. در جامعه پیش از انقلاب اسلامی در ایران واقعیت اینه که رژیم گذشته تلاش می‌کرد که کم کم با برنامه ریزی های خودش بتونه تحصیلات بیشتری رو در اختیار شهروندان ایرانی بگذاره، به خصوص در رابطه با مسئله حقوق زنان و کودکان. اونا تلاش میکردن که نوعی الگو برداری بکنن از سیستم های کشورهای پیشرفته غربی. همطور که شما میدونید در سیستم های کشورهای غربی علارغم همه ضعف ها و اشکالاتی که ممکنه در اینجا هم وجود داشته باشه، اما در مسئله زندگی و معیشت زنان و کودکان وسواس فوق‌العاده وجود داره و قوانین زیادی وجود داره که کودکان و زنان از آسیب‌های کمتری به نوعی برخوردار بشن و به همین خاطر ما حتی در رابطه با پناهندگانی که به کشورهای غربی میآیند شاهد این هستیم که چگونه این قوانین بیشتر به نفع خانواده هاست، به نفع مادران بدون سرپرست همراه با بچه هاشون هستن و اقدامات به اصطلاح موثرتری برای رفع نیازهای اون دست از پناهندگان که عرض کردم زنان و کودکان انجام میگیره. ولی در ایران اینطور نیست. یعنی قوانینی که در ایران اگر بگیم قوانینی هست یا تصمیماتی که از طرف رهبران حکومت اسلامی گرفته میشه، انسان رو به عنوان یک وسیله میبینه. حالا این انسان، انسان مرده، برای رفتن به جنگ مورد وسیله قرار میگیره طبق قوانین و سیاست هایی که رژیم ایران داره، و در مورد زنان و کودکان هم باز به همین ترتیب. اون چی که ما بیان میکنیم در رابطه با مشکلات اقتصادی و سیاسی که عامل این قضیه است، این تنها نیست. درسته که مسئله بیکاری، مسئله فقر، اینها یکی از عوامل مؤثر به وجود آوردن این شرایط هستن که باز هم تمام این شرایطی که امروز به جامعه ایران تحمیل شده نتیجه سیاست هایی است که رژیم ایران در 37 سال گذشته قدم به قدم دنبال کرده. امروز 45% از مراکز صنعتی کوچک و بزرگ ایران تعطیل شدن و یا اینکه در حال نیمه تعطیل هستند. جمعیت عظیمی 14,000 واحد صنعتی کوچک و بزرگ تعطیل شده و 22,000 واحد صنعتی در حال تعطیل شدنه و این یعنی اینه که بخش اعظم حداقل نزدیک به 50% از مراکز صنعتی ایران در حال تعطیل شدن و ورشکستگی هستند. اینا عوارض خودش رو داره. طبیعتا زنان در ایران زمانی که موج بیکاری شروع میشه بیشترین لطمه رو اونها میخورن. در نتیجه
با این دوتا نگاه، یعنی دو نگاه تبعیض آمیز، چه در رابطه با نگاه رژیم ایران در رابطه با مسئله زنان و چه عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی که در اون وجود داره، ضربات هولناکی رو به پیکره زنان طبقات پایین جامعه از لحاظ اقتصادی عرض میکنم وارد کرده. و اون چی که شما شاهد هستیم به نظر من بحرانی تر خواهد شد در آینده. هیچ راه حلی رژیم اسلامی ایران برای خروج از این بحران ها نداره، برای کمک به زنان معتاد نداره. تمام حاشیه شهرهای بزرگ ایران تبدیل شدن به مناطق زندگی که معتادین ایران، زن و مرد و کودک در اونجا حضور دارن. بسیاری از پارک‌های بزرگ و کوچک کشور ما محل به اصطلاح سکونت و محل استفاده برای مواد مخدر برای معتادین. نیروی انتظامی اتفاقا در این موارد با دست و دلبازی تمام کوچکترین اعتنایی به این مسئله نمی‌کنن، چون جمعیت میلیونی که در ایران دچار این مصیبت شده نه قابل کنترل، نه قابل مداواست، و با توجه به اوضاع اقتصادی رژیم به نظرم هیچ امکانی براشون وجود نداره بهبود این وضعیت. آقای رمضان پور، این تشبیه که به اشاره است به وضعیت واقعی ایران، از طرف کارشناسان دیگه هم این تشبیه به کار برده شد که در مورد کودکان کار، که سیستمی که در ایران هست، شیوه و ساختاری که در ایران هست در ارتباط با کودکان بیشتر به شیوه‌های بردهداری میمونه. کودکان در برابر مزد کم ناچار به کار هستند، مورد بهره‌کشی قرار میگیرن، چه در خیابون‌ها، دست فروشی، و چه در کارخونجات و قالی‌بافی‌ها، و این شکل هم که پیش فروش میشن و پیش خرید میشن به همین منظور و منظورهای دیگری که در بردهداری مرسوم بود. این تا چه اندازه بازتاب واقعیت هست؟ خب من فکر میکنم این بیشتر یک استعاره و اغراق‌آمیزه، یعنی توضیح بیشتری راجع به هیچی به ما نمیده، فقط میگه که یک سیستم بده و چقدر ما ازش بدمون میاد. برای اینکه دو تا مسئله وجود داره، یکی اینکه مسئله در واقع کودکان کار برمیگرده به یک حاشیه از کودکان ایران. اگر اینطور بود که بخش عمده از کودکان ایران میتونستن حتی در همین شرایط در واقع قوانین کار در واقع کوتاه مدت هم کار بکنن، باز شرایطشون از بسیاری از کودکانی که در واقع الان مجبورن تکدی بکنن بهتر می بود. بنابراین من فکر میکنم که مسئله این نیست که یک گروهی از کودکان در ایران دچار مشکل هستند، که البته این مشکل وجود داره. مسئله اینه که کل در واقع قوانین کار ما مشکلات جدی داره و از جمله در مورد کودکان. حالا ببینید، منظور من اینه که برخلاف تصوری که ما فکر میکنیم که تا رژیم عوض نشده راجع به هر چی ما حرف بزنیم دوباره باید بگیم باید اول رژیم رو عوض بکنیم، ما یه زمانی یکی مجله فوتبال در ایران در می آوردیم، یه کارشناسی داشتیم، این هر روز که میرفت سر استادیوم اینا میگفت که شاکی بود از تیم فوتبال، تا میومد میگفت که تا اینا نرن هیچی درست نمیشه. خب این حرف درسته، تا اینا نرن هیچی درست نمیشه، ولی خب معنی این حرف این نیست که ما نسبت به قوانینی که در حال حاضر هست، تغییراتی که قوانین میکنه، امکاناتی که در حال حاضر هست بی توجه باشیم. مثلا در مورد همین مسئله نوزادان که گفته میگیم، خب ببینید این مسئله از وقتی اینقدر حاد شده که همونطور که من اشاره کردم ما دو تا مسئله داریم. وقتی که شما ازدواج، یعنی در واقع بارداری ناخواسته دارین، دو تا راه بیشتر ندارین به عنوان یک مادر. یا باید فرزندتون رو بزرگ کنید، یا باید در همون ابتدا در واقع از طریق سقط جنین در واقع مسئله رو تموم شده تلقی بکنید. در ایران در طول سالهای گذشته محدودیت‌های نسبت به سقط جنین بر اساس توصیه دکتر به شدت محدودتر شده. آمارهایی که هست، سختگیریایی که وجود داره، میزان مرگ و میری که بر اساس سقط جنین در واقع غیر قانونی صورت میگیره افزایش پیدا کرده. بنابراین تعدادی از زنانی که در واقع کم درآمد هستن به این نتیجه رسیدن که خب به جای اینکه این بچه رو
برن بخوان بندازن و دچار درد سر بشن، خب بچه رو به دنیا میارن میفروشن، هزینه در واقع اون مدت بارداری و بعدش هم میگیرن. یعنی در بسیاری از موارد قوانین جزئی بسیار مهمن و نمیتونیم همین چیزو احاله بدیم به کلیت رژیم، برای اینکه در همین رژیم، در همین وزارت بهداشت، در همین سیستم اجتماعی کسانی هستن که برای قوانین متفاوت دارن مبارزه میکنن و مثلا قوانین مربوط به کنترل جمعیت ما تا قبل از دوره آقای احمدی نژاد عمدتاً ساختارش همون ساختار، اجازه بدید حرفمو تموم کنم آقای چرنگی، همون ساختاری بود که از قبل از انقلاب در ایران وجود داشت، یعنی اصلاً تغییر اساسی نکرده بود. بنابراین مسئله همین قوانین جزئی هست که باید راجع به اونها حرف زد. ما نمیتونیم به هر بهانه هر بحثی که حرف بزنیم بگیم دوباره خب بریم جمهوری اسلامی رو بندازیم تا بعد بتونیم مثلا راجع به سخت جنین حرف بزنیم. اینه که منظورم اینه که همین قوانین جزئی در مورد مسئله بارداری، پیشگیری و مسئله سخت جنین اهمیت داره در اینکه بتونه این آمارها رو کنترل بکنه. و اینکه کلمات کلی به کار ببریم که ما مثلا در ایران بردهداری داریم، بیشتر یه جور به درد کسانی میخوره که در ایران زندگی نمیکنن، مردم ایران رو نمیشناسن، شرایط درون ایران رو نمیدونن، میتونن از دور یه توهینی به مردم ایران بکنن، انگار همه اون مردم ایران که در ایران دارن زندگی میکنن نه عاطفه دارن نه رحم دارن، بچه‌هاشون هم همش مثل برده بزرگ میشه. میخوام بگم اینا در واقع بیشتر به درد کسانی میخوره که در ایران زندگی نمیکنن و میخوان از دور یه مثل بقیه بد بیرایی به درون ایران بگن. خب ببینید، اولا از هر دو مهمان خواهش می‌کنم چون وقت کمه در موضوع صحبت کنن، دو اینکه تفسیر شما رو میشتم آقای اعتماد، شما به همه مردم ایران توهین کردید یا اینکه قصد توهین داشتید یا آیا منظورتون همه مردم ایران بوده؟ من امیدوار بودم که آقای رمضان پور یک نمونه از بی‌احترامی من توهین به مردم رو میگفتن کدوم بود، ولی اون چی که من خدمت شما عرض میکنم بر اساس گزارش‌ها و اخباری است که از طرف دستگاه‌های حکومتی ایران مطرح میشه، از جمله مسئله وضعیت بد کودکان خیابانی و کودکان کار. آقای رمضان پور یا اینکه کودکان کار و خانواده‌های اونها رو ایرانی نمیدونن احتمالاً و متعلق به شهروندان ایرانی به حساب نمیارن و احیانا فکر میکنن که مردم ایران همون طبقات اشرافیتی هستش که در دوران حکومت اسلامی به وجود اومده، در برج ها و ساختمان ها و ویلای شمالی شهرهای شمالی ایران و شمال شهر ایران زندگی میکنن و کودکانشون نه تنها کودکان کار نیستن بلکه در بهترین مدارس و با امکانات بسیار عالی زندگی میکنن. من دارم از کودکانی صحبت میکنم که این کودکان متعلق به طبقات به اصطلاح پایین جامعه هستن، کسانی هستن که پدران خانواده در اثر آسیبایی که دیدن قادر به کار نیستن، کودکانشون رو به کار میفرستن یا اینکه میفروشن. بردهداری یعنی این، یعنی اینه که شما انسانی رو میخرید و از نیروی کارش استفاده میکنید. من هم تعجب میکنم که در قرن 20 چنین اتفاقی در کشور من افتاده، ولی آقای رمضان پور براشون ظاهرا این مسائل دور از انتظاره و فکر میکنن که اون چیزی که ما داریم میگیم قلاف میکنیم. من فکر میکنم که پخش این برنامه باعث خواهد شد که تمام بینندگان برنامه شما که به طور روزانه در شهرهای مختلف در پشت چراغ‌های راهنمایی شاهد این هستن که هزاران کودک دختر و پسر پایین 15 سال و نابالغ در حال دستفروشی هستند و یا در مراکز کار دیگر به اجبار دارن کار میکنن، همونطور که آقای رمضان پور اشاره کردن، برای به اصطلاح رفع مشکلات مالیشون. اینها دلایلی است که به هر حال مورد قضاوت قرار میگیره. من فکر میکنم که نادیده گرفتن حقوق مردم فقیر و مردمی که در اثر سیاست‌های این رژیم به این روزگار دچار شدن یک نگاه تبعیض آمیزه که جناب آقای رمضان پور دارن و من امیدوارم که ما بتونیم در این رابطه بیشتر با هم صحبت کنیم. ببینید آقای رمضان پور، ضمناً اشارهشون به این هست که در ایران قوانین وجود داره، این قوانین اگر رعایت بشه این مشکلات پیش نمیاد، از جمله برای سخت جنین، و بنابراین مادر فقط برای این هست راه سومی رو برمیگزینه که فرزندش رو میفروشه. آقا چلنگی، شما به همین گزارشایی که به طور روزانه از ایران توسط شهروندان ایرانی در تمام رسانه‌ها پخش میشه به صورت فیلم، به صورت گزارش‌های کتبی نگاه کنید، ببینید در حاشیه شهرهای بزرگ کشور ما چه جمعیتی، نه اینکه گزارشگرها، خود مقامات ایران میگویند که
جمعیت عظیمی بیش از 15 میلیون نفر در ایران حاشیه نشین هستند. اینا در مناطق زندگی میکنن، کوچکترین امکاناتی در اونجا وجود نداره. اینا واقعیته. من چطور میتونم این واقعیت‌ها رو نبینم؟ هیچ قوانینی هم برای رفع این مشکلات وجود نداره. کشور ما اصولا قانون برش حکومت نمیکنه. هر کسی به هر شرایطی که میتونه سعی میکنه که همه چیزو به نفع خودش تموم بکنه. طبق آمار خود دولتی در ایران بالای 1,200,000 کودک کار در ایران مشغول کار هستند. در این مورد در برنامه‌های دیگه حتما صحبت خواهیم کرد. اما آقای رمضان پور، مسئله حقوق‌های کلان، مسئول صندوق توسعه ملی که ظاهراً توسعه خصوصی است، آقای صفدر حسینی، اینجا گزارش شده که ماهانه حدود 40 میلیون تومان حقوق می‌گرفته و افراد دیگه. این موضوع حقوق‌های کلانی که مسئولان دولتی در ایران می‌گیرن رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ من اول یک توضیح بدم. من نمی‌دونم آقای اعتمادی اینجا ما نشستیم حرف ما رو یه جوری دیگه می‌شنوه، بنابراین من خیلی عجیب نمی‌بینم. اطلاعاتی هم که در مورد ایران نقل می‌کنن کاملا اشتباه باشه. از اون که در مورد آقای روحانی و آقای خاتمی نقل قول اشتباه می‌کنن، منم که نمی‌تونم همه برنامه توضیح بدم که آقا اون اینی که شما دارین میگین اینجا نشستین دارین میگین، اون روز من در دانشگاه بودم، آقای خاتمی حرف دیگه ای زد، نه این حرفی که شما زدید. شرایط من وقت ندارم همه اینا رو توضیح بدم، برن دوباره بخونن، نه اینکه اینجا بیان نقل قول نادرست کنن. در مورد نه چرا میشه اجازه بدید من حرفمو بذارم. اجازه بدید ایشون برگشت گفت در ایران یک جور نظام بردهداری حاکمه. من گفتم آقا چه این حرفی نیست، نه گفتم در ایران کودکان کار نیست نه فلان. من گفتم آقا شما نمیتونید وقت ما کم خیلی وقتتون ب... پس بدید آقای اعتمادی وقتتون رو حرف بزنید. آقای رمضان پور وقت برنامه کم، 3 دقیقه وقت داریم. نه من حرفی ندارم راجع به این موضوع، راجع به این موضوع کارمندان حرفی نه. در وقت ما کم هست. آقای رمضان پور گفتن که شما حرف نقل قول رو اشتباه مطرح کردید. آقای شلنگی وقتی ما صحبت کنیم قرار نیست من با یه آرشیو با خودم فیلم و روزنامه و کتاب بیارم نشون بدم. اگر آقای رمضان پور موافقت بکنن در گفتگوی بعدی من برای شما 10 فاکت و مدرک میارم نشون میدم که چگونه آقای خاتمی اون چیزی که بنده عرض کردم رو بیان کردن. اما در مورد مسائل دیگه هم به همچنین من فکر میکنم آقای رمضان پور هر کجا که احیانا مرتکب اشتباه بشن میگن من اینجوری منظورم نبوده، منظور من چیز دیگری بوده. بنده عرض کردم وقتی نیروی کار رو انسانی رو میخرن و از اون انسان بهره کشی میکنن، این خصوصیات و ویژگی دوران بردهداریه. ایشون میگن نه، احتمالاً منابع اطلاعاتی و مطالعاتی ایشون در زمینه مسائل انسانی و اجتماعی منابع دیگری بوده. اون چی که بنده در طول زندگیم مطالعه کردم و فهمیدم اون تعریفی بوده که من کردم، هیچ اشکالی هم نداره. من آقای رمضان پور میتونیم نگاه‌های متفاوت نسبت به مسائل اجتماعی داشته باشیم، ولی همونطور که آقای رمضان پور حق دارن تفسیر خودشون رو بیان بفرماین، منم حق دارم که تفسیر خودم رو بگم، قضاوتش هم با مردمه. اما در مورد مسئله حقوق کارمندانی که کارمندان دولتی و مدیران دولتی بهتر بگم، یک دقیقه وقت داریم آقای اعتمادی، بفرمایید. من فکر میکنم که این مشکلی است که هر دولتی که بر سر کار بیاد و هر وقت هم که دولت ها عوض میشن ایادی و عوامل خودشون رو بر سر کار میارن. از روز اول آقای روحانی میدونسته که این حقوقا به این صورت پرداخت میشه، در تمام خبر هست. خود آقای فریدونی برادر آقای روحانی به عنوان یکی از به اصطلاح شرکای بانک عمران که مدیرش معادل 120 میلیون تومان حقوق دریافت میکرده، بعدن توجیهش کردن آقا این مازاد پولی بودی که باید در پاداش و فوق العاده کار بهش میدادن. هیچ کدوم اینها نتونستن ثابت بکنن. این ماهیت چنین رژیمیه که وقتی که بخواد بر سر کار بمونه باید نزدیکان و کارگزاران خودش رو از امکانات بیشتری بهره مند کنه. فرق هم نمی کنه دولت آقای روحانی باشه یا آقای احمدی نژاد یا خاتمی یا هر کسی دیگر. سپاسگزار هستیم آقای حسن اعتمادی در استوکهلم و با سپاس از آقای علی اصغر رمضان پور در استودیو مرکزی ایران فردا. امیدواریم دو مهمان
امیدواریم دو مهمان برنامه در شماره‌های آینده تفسیر خبر موضوعاتی رو که مطرح شد باز هم مورد بررسی قرار بدیم، در ارتباط البته با خبرهای روز. آیا در ایران قوانینی وجود داره که اجرای اونها مشکلات رو برطرف خواهد کرد؟ آیا کار کودکان در ایران در چارچوب قوانین موجود در ایران هست و تعهدات ایران در سازمان‌های بین المللی نسبت به کودکان؟ آیا سیستمی که در ایران به اونجا رسیده که مادران نوزادان خود رو پیش از تولد می فروشن ناشی از احتیاج اونها است یا اجرا نشدن قوانین موجود در کشور و پرسش‌های دیگر؟